سلام بچه ها، حالتون چطور؟ امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه، سلامت باشین. عمادم از کانال یوتیوب امشاد که بزرگترین مرجع برای مهاجرت تحصیلی به کشور ایتالیا است در خدمت. امروز با یه ویدئوی آموزشی دیگه برای کشور ایتالیا مزاحمتون شدیم. قراره بهتون بگم که چه مدارکی رو شما برای سفارت و برای بورسی استانی باید ایتالیایی ترجمه کنین. حواستون باشه که خیلی از مدارک باید ترجمه بشن توی این مسیر، ولی یک تعدادی از مدارک فقط و فقط باید به ایتالیایی ترجمه بشن. تعهدات وزارت خارجه و دادگستری رو باید براشون بگیرین تا توی سفارت و یا برای بورسی استانی به مشکل بر نخورید. تا انتهای ویدیو همراه من باشین. قبلش ویدیو رو لایک کنین، کانال رو هم سابسکرایب داشته باشین. خب اول از همه مدارکی که شما برای سفارت باید ترجمه ایتالیایی بگیرین و تعهدات وزارت خارجه و دادگستری رو هم براشون بگیرین رو بهتون میگم. مدرک اول شناسنامه است که باید از تمام صفحاتش ترجمه گرفته بشه و تاییدات وزارت خارجه و دادگستری رو براش بگیرید. یادتون باشه که ترجمه شناسنامه متقاضی همون دانشجوه. مدرک دوم که میتونه مدرک دوم و سوم و حتی چهارم باشه، بستگی به مقطعی داره که شما تو ایتالیا میخواین تحصیل کنید. اگر برای کارشناسی پذیرش گرفتیم، باید ریزنمرات دیپلم، ریزنمرات پیش دانشگاهی، خود دیپلم و خود پیش دانشگاهی رو به زبان ایتالیایی ترجمه بگیرین و تاییدات وزارت خارجه و دادگستری رو هم براش بگیرین. ولی اگه برای ارشد پذیرش گرفتین، بجز اون مدارکی که الان بهتون گفتم، یعنی دیپلم و پیش دانشگاهی، ریزنمرات پیش دانشگاهی، ریزنمرات دیپلم، باید ریزنمرات کارشناسی و خود دانشنامه کارشناسی رو هم ترجمه ایتالیایی بگیرین به اضافه تایید. حالا اگر برای دکترا دارین تشریف میبرید ایتالیا، بجز مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و کارشناسی، باید ریزنمرات کارشناسی ارشد و خود مدرک کارشناسی ارشدتون رو هم ترجمه ایتالیایی به اضافه تاییدات براشون بگیرید. خب این شد مدارکی که برای سفارت ایتالیا شما باید ترجمه ایتالیایی و تاییدات رو براشون بگیرید. میریم سراغ بورسیه استانی. مدارک میتونه کمی متفاوت باشه، ولی به صورت اصلی مدارکی که الان به شما باید ترجمه ایتالیایی 12 ماه فیش حقوقی ساپورتر شما رو به اضافه تاییدات وزارت خارجه و دادگستری بگید. مدرک بعدی میشه ترجمه شناسنامه ساپورترتون، مثل همون شناسنامه خودتون که توی قسمت چکلیست ویزای تحصیلی بود، مثل همون باید ترجمه شناسنامه ساپورترتون به اضافه تاییدات رو هم بگیرید. کل صفحات شناسنامه باید ترجمه بشه. مدرک بعدی میشه یا شما سند خونه دارین یا اجاره نامه رسمی که توی دفتر اسناد رسمی تنظیم کردین رو دارین، که باید یکی از این دوتا بر اساس شرایطی که دارین به زبان ایتالیایی ترجمه بشن و تاییدات وزارت خارجه و دادگستری رو براشون بگیرید. آخرین مدرکی که باید ترجمه ایتالیایی برای بورسی استانی بگیرید اقرارنامه است. اقرارنامه توی هر استانی یک صورتیه و باید متنش مثل بقیه بچهای ایرانی باشه که توی اون دانشگاه دارن تحصیل میکنن. اون متن رو تشریف میبرین دفتر اسناد رسمی به همراه ساپورترتون، حالا پدر، مادر، همسر یا اینکه خودتون حتی باشید، تشریف میبرین اونجا و اقرارنامه رو تنظیم میکنید و بعدش اقرارنامه رو میدین اون رو ترجمه و به زبان ایتالیایی ترجمه میکنن براتون. تاییدات وزارت خارجه و دادگستری رو هم براتون میگیرن. یک چیزی هم در مورد قیمت ترجمه ایتالیایی بهتون بگم. اگر شما امسال برای ترجمه ایتالیایی این مدارکی که خدمتون عرض کردم اقدام کنین و اگر توی روال بذارین، یعنی مثلا مدرکتون رو میدین یه ماه و نیمه دیگه ترجمهش رو میگیرین، یعنی عجله‌ای نباشه، خارج از نوبت نباشه، تقریبا بین 7-8 میلیون تا 10 میلیون براتون هزینه برمیاد. ولی اگر شما مثلا الان مدرک رو میدین بگین آقا 10 روز دیگه میخوام، قطعا قیمتش میره بالای 20 میلیون تومان.
پس حواستون باشه زودتر مدارکتون رو آماده کنیم و برای دارالترجمه ارسال. امیدوارم این ویدیو به کارتون بیاد، چون الان زمان سفارته. زمان سفارت هم زمانی که شما باید کم کم اقدام کنین و مدارکتون رو ترجمه ایتالیاییشون رو بگیرین. امیدوارم این مسیر سخت رو بگذرونین و در انتهای تابستون مهر ویزای تحصیلی توی پاسپورتتون باشه و شما رو توی ایتالیا ببینیم. لطف کنین ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین، واسه دوستاتون بفرستین. اگه نیاز دارن این اطلاعات رو داشته باشن از ما حمایت کنین. ما هم با ویدیوهای با کیفیت تر به شما کمک میکنیم که این مسیر رو به راحتی بزنین. تا یه ویدیوی آموزشی دیگه، خدافظ.